در این ویدیو یه ابزار معاملاتی قدرتمند و نوآورانه رو معرفی و بررسی می‌کنیم که با ترکیب روش‌های سنتی و سیستم امتیازدهی دینامیک بهتون کمک می‌کنه روندهای بازار رو با دقت بیشتری شناسایی کرده و سیگنال‌های قابل اعتمادی برای ورود و خروج از معاملات دریافت کنید. بنابراین پیشنهاد می‌کنم تا آخر ویدیو با بنده همراه باشید. سلام، من علیرضا هستم و اینجا کانال گلدن تریدینگ سیستم. خیلی خوش اومدین به یه ویدیو دیگه از سری آموزش اندیکاتور و استراتژی های معاملاتی تریدینگ ویو. اندیکاتوری که در تصویر مشاهده می کنید بر پایه سیستم امتیازدهی دینامیک روند طراحی شده که حرکات قیمتی رو با مقایسه مقادیر نرمال سازی شده پارابولیک سار در طول یک بازه زمانی مشخص ارزیابی می کنه. برخلاف اندیکاتورهای سنتی که از پارامترهای ثابت استفاده می کنند، این سیستم به صورت لحظه‌ای با تغییرات بازار سازگار میشه که این امر باعث افزایش توانایی اندیکاتور در شناسایی تغییرات مومنتوم و بازگشت‌های احتمالی رو به ویژه در شرایط ناپایدار بازار خواهد شد. بیس و پایه اصلی اندیکاتور این هیستوگرام ها هستند که بهش داینامیک پارابولیک سار گفته میشه و بر اساس توضیحات مختصری که داده شد محاسبه و هیستوگرام ها بالاتر و پایین تر از لول 0 نوسان می کنند. حالا هنگامی که هیستوگرام ها بالاتر از لول 0 قرار داشته باشند، روند و مومنتوم صعودی رو داریم. هیستوگرام ها پایین تر از لول 0 قرار داشته باشند، روند و مومنتوم نزولی رو خواهیم داشت. هنگام تغییر فاز هیستوگرام ها از صعودی به نزولی یا حالا بالعکس، اندیکاتور میاد و با یه سری فلش ها این تغییر فاز ها رو اعلام میکنه. این فلش ها دوستان دو کاربرد رو میتونن براتون داشته باشن. اولی تعیین محل دقیق تغییر روند هست و کاربرد بعدی که مهمترین کاربرد اون به حساب میاد، از این فلش ها میتونید به عنوان سیگنال های خرید و فروش استفاده کنید. دو محل دوده رنگی در بالا و پایین اندیکاتور مشاهده میشه که سطوح اشباه خرید و فروش اندیکاتور هستند. ورود هیستوگرام ها به این سطوح نشانه ای از خرید و فروش های افراطی هست که در ادامه منجر به توقف یا اصلاح جزئی در روند خواهد شد. همچنین اندیکاتور توانایی شناسایی قدرت روند رو هم داره که این کار با تغییر رنگ کندل ها انجام میشه. رنگ کندل ها به رنگ آبی باشه به معنای مومنتوم و قدرت زیاد روند صعودی هست. رنگ کندل ها به رنگ قرمز باشه به معنای مومنتوم و قدرت روند نزولی هست. حالا هنگامی که در یک فاز تثبیت یا اصلاحی قرار داشته باشیم، رنگ کندل ها خاکستری نمایش داده میشه که نشون دهنده بی تصمیمی و ثبات در بازار هست. برای انداختن اندیکاتور روی چارت باید وارد سربر ایندیکیتورز بشیم. در تب سرچ بار عبارت داینامیک اسکور PSAR رو وارد کنیم. این اندیکاتور هست که توسط کوانت الگو طراحی شده. بسیار خوب، قبل از اینکه گریز کوتاهی به قسمت تنظیمات اندیکاتور داشته باشیم، میخوام ازتون درخواست کنم که اگر فکر میکنید اندیکاتور یا ویدیو مناسب هست، لطفاً ویدیو رو لایک کنید. اگرم تا الان کانال خودتون، کانال گلدن تریدینگ سیستم رو سابسکرایب نکردین، لطفاً سابسکرایب کنید و علامت زنگوله رو هم بزنید تا به محض انتشار ویدیوی جدید بهتون اطلاع داده بشه. در تب اینپوتس گزینه‌های اولی مربوط به تنظیمات پارابولیک سار هست. گزینه استارت مقدار اولیه برای محاسبه پارابولیک سار رو مشخص می‌کنه. مقادیر کمتر پارابولیک رو نسبت به تغییرات قیمتی حساس‌تر می‌کنه. گزینه بعدی همون استپ یا گام‌های پارابولیک هست که شتاب پارابولیک رو مشخص می‌کنه. هر قدر عدد بالاتری قرار بدیم، پارابولیک نسبت به تغییرات قیمتی سریع‌تر واکنش نشون میده. گزینه ماکس ولیو حد اکثر مقداری هست که در پارابولیک میتونه در طول محاسبه در نظر بگیره. باز مقدار بیشتر این عدد اجازه
میده که پارابولیک روندهای قوی تر رو با دقت بیشتری دنبال کنه. اگر این مواردی که خدمتتون توضیح داده شد مبهم هست، پیشنهاد میکنم ویدیو شماره 21 از دوره آموزش گام به گام تحلیل تکنیکال که لینک ویدیو رو براتون در قسمت توضیحات ویدیو قرار میدم رو پس از پایان این ویدیو حتما مشاهدهش کنید. در این ویدیو به نحوه عملکرد و ویژگی‌ها و نحوه استفاده از اندیکاتور پارابولیک سار به صورت کامل پرداختیم. بگذاریم گزینه ویندو لنگت پریود مورد استفاده در امتیازدهی دینامیک روند رو مشخص می‌کنید. قاعدتاً اعداد بالاتر منجر به وزندهی بیشتری به روندها میشه و روندها رو در بلند مدت‌تر شناسایی می‌کنه. دو گزینه بعدی برای تشخیص قدرت روند بیشتر به کار میاد که از یه حدی بالاتر یا حالا پایین‌تر قدرت روند صعودی یا نزولی رو باهاش میتونید ارزیابی کنید. به فرض مثال این اعداد رو بر روی 70 و منفی 70 قرار بدیم، خب خیلی کم اتفاق میافته که هیستوگرام ها به بالاتر یا پایین‌تر از این مقادیر مشخص شده برسن. به همین علت اگه دقت کنید اکثر رنگ کندل ها الان خاکستری شده. بنابراین این دو گزینه برای تشخیص قدرت روند به کار میره. عددی که در این قسمت مشخص میکنید مبنای تعیین قدرت روند صعودی یا نزولی قرار داده میشه. در نهایت هم در این قسمت تعیین میکنید که رنگ کندل ها رو بر اساس قدرت روند تغییر بده یا نه. اگه نیازی به این گزینه نداشتین میتونید تیک این گزینه رو بردارین تا رنگ کندل ها به رنگ عادی و تنظیم شده برگرده. اگر هم نیاز داشتین که میتونید رنگ کندل ها رو در این قسمت تنظیم کنید. ضمناً اندیکاتور قابلیت مولتی تایم فریم رو هم داره که میتونید تایم فریم های بالاتر رو هم بر روی چارتتون مشاهده کنید که در این قسمت قابل تنظیم هست. انشالله که براتون مفید باشه. رو قله میبینمت دوست من.